بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آستان مطهر علوی برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی 215 ایستگاه قرآنی افتتاح کرده است. به عنوان بخشی از برنامه و فعالیت‌های میدانی برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی، آستان مطهر علوی به نمایندگی از بخش امور دینی دارالقرآن کریم 215 ایستگاه قرآنی را در 12 استان عراق برای طرح تصحیح قرائت سوره فاتحه و کوتاه افتتاح کرد. علا محسن مسئول حوزه دارالقرآن کریم در این باره گفت طرح تصحیح قرائت سوره مبارکه فاتحه و سوره های کوتاه در راهروهای صحن حیدری و اماکن پذیرایی وابسته به حرم مطهر علوی و استانهای عراق برای خدمت رسانی به زائران زن و مرد انجام می شود. خبری از افغانستان. یک منبع محلی در بدخشان به رسانه ها گفته که اعضای طالبان یک نظامی حکومت پیشین را که اسماعیلی مذهب بود شکنجه و سر بریدند. منبع یاد شده گفت که این مرد محمد نبی نام داشت و ساکن مرکز شهرستان زیبا که بدخشان بوده است. منبع مذکور افزوده که اعضای طالبان یک شنبه شب 28 مرداد این مرد را به اتهام داشتن سلاح از خانه اش بیرون کرده و در یک منطقه دوردست شکنجه و سپس سر بریدند. نتیجه پژوهش دانشمندان نشان می‌دهد که فعالیت‌های خلاقانه احساس ارزشمندی زندگی، شادی و رضایت از زندگی را در فرد افزایش می‌دهد. دکتر هلن کیز از دانشگاه انگلیا راسکین و نویسنده اصلی این پژوهش توضیح می‌دهد تأثیر فعالیت‌های هنری و صنایع دستی در ایجاد حس ارزشمندی زندگی بیش از اشتغال است. صنایع دستی نه تنها حس موفقیت و داشتن دستاورد ایجاد می‌کند، بلکه مسیری معنادار برای ابراز و بیان است. اما این مسئله همیشه در مورد اشتغال صادق نیست. دانشمندان در این پژوهش داده‌های گروهی متشکل از 7182 فرد شرکت کننده در نظرسنجی وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا را تجزیه و تحلیل کردند. در این نظرسنجی میزان مشارکت عمومی در فعالیت‌های فرهنگی، دیجیتال و ورزشی بررسی شده است. اثر استرس شغلی میتواند فراتر از عصبی شدن و حس ناخوشایند آغاز هفته باشد. پژوهشی جدید نشان می‌دهد که استرس شغلی میتواند روی قلب نیز تأثیر بگذارد. به گزارش یاهو لایف، بر اساس این پژوهش که در نشریه انجمن قلب آمریکا منتشر شده است، فشار شغلی با افزایش احتمال ابتلا به شایع‌ترین نوع ضربان قلب نامنظم آریتمی قلبی ارتباط دارد. پژوهشگران سوابق پزشکی حدود 6000 بزرگسال شاغل در بخش اداری و همینطور داده‌های 18 سال بعد را بررسی کردند. یافته‌ها نشان داد کارمندانی که گفتند تحت فشار شغلی بالایی بودند 83% بیشتر در معرض خطر ابتلا به فیبریلاسیون دهلیزی قرار دارند که شایع‌ترین نوع آریتمی یا ضربان قلب نامنظم است. داده‌های جدید این نظریه را که مصرف روزانه سرکه به مدت 4 هفته می‌تواند علائم افسردگی بزرگسالانی را که مشکل سلامت جدی ندارند بهبود بخشد تایید می‌کند. محققان دریافتند که مصرف روزانه سرکه می‌تواند علائم افسردگی را بهبود بخشد. به گزارش ساینس آلرت، تیمی به رهبری دانشگاه ایالتی آریزونا نه تنها تأثیر مصرف منظم سرکه را آزمایش کردند، بلکه فعالیت‌های متابولیک را، فرایندهای شیمیایی که غذا را به انرژی و مواد بیولوژیکی دیگر تبدیل می‌کنند نیز بررسی کردند تا دلایل فواید مشاهده شده در اثر مصرف سرکه را
بیابند.